تا به حال از خودتون پرسیدین که چرا هنوز مجرد هستین؟ آیا هنوز منتظر شاهزادتون هستین که خودش به پای خودش بیاد و وارد زندگیتون بشه؟ شاید فکر کنید که شما هیچ کنترلی بر این شرایط ندارید. اما در واقع این شما هستید که نقش اصلی رو در دیدار و رویارویی با مرد یا زن رویاییتون بازی میکنید. در این ویدیو شما رو با دلایلی که تنها هستین آشنا میکنم. برای دیدن این ویدیو با من رکسانا همراه شوید. قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، اگه اولین بار به این کانال سر می‌زنید، حتما عضو این کانال بشید و با لایک‌ها و کامنتاتون کانال رو لطفاً حمایت کنید. با من همراه باشید. شماره 1، خیلی وسواسی هستین. حق دارید که وقتی میخواین متعهد به رابطه ای بشین وسواس به خرج بدید، اما اگه کسی خواست با شما قرار بذاره، با اینکه شاید خیلی به هم نخورید باز هم سر قرار برید. قرار گذاشتن با افراد مختلف موجب میشه که شما در ارتباط با شخصیت های مختلفی قرار بگیرید و همچنین به شما کمک میکنه که متوجه بشین بیشتر به دنبال چه خصوصیتی در شریک احتمالیتون میگردید. بدین طریق شاید دریابید که یک سری از خصوصیات براتون مهمتر از دیگر خصوصیات هستند. قرار گذاشتن همچنین موجب میشه که در مقابل با جنس مخالف از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار بوده و راحت‌تر باشید. بعد از یک قرار وقتی متوجه شدید که طرف به درد شما نمیخوره، لازم نیست همچنان به قرار گذاشتن با اون شخص ادامه بدید. حداقلش این استش که شما امتحان کرده و تجربه به دست آوردید. شماره 2، شما افراد جدیدی رو نمیبینید. هرچه شما در ارتباط با افراد مجرد بیشتری باشید، احتمال اینکه با تعدادی از اونها گفتگو کرده و سرانجام با یکی از اونها به نتیجه برسید بیشتر میشه. اگه شما با افراد جدیدی به طور اغلب یا گاهن ملاقات نمیکنید، پس احتمالا شانس مجرد موندنتون بیشتر از دیگران هست. این مشکل را با گسترش دایره اجتماعی خود حل و فصل کنید. مثلا با دوستان و همکلاسی‌هاتون بیرون برید. هرچه آدم‌های جدید را ببینید، شانس قرار گذاشتنتون بیشتر می شود. شماره 3، خودتون رو نشون بدید. قرار گذاشتن ممکنه کلی ریسک در بر داشته باشه و اینکه خودتون رو آسیب پذیر نشون بدید ممکنه درد سرساز باشه، اما همچنان لازم هست که یک رابطه سالم و صمیمی داشته باشید. شریک آینده شما خود به خود دم در به خانه شما پیداش نمیشه. شما باید غریبه ها صحبت کنید و از بعضی بخواد که با شما بیرون بیان. شما باید دوستانه و مؤدبانه رفتار کنید تا دیگران بخوان با شما سر قرار بیان. به زبان بدنتون فکر کنید، آیا دوستانه هست؟ توجه داشتن به همین چیزهای ساده باعث میشه که شما خواستنی تر باشید. شماره 4، فکر میکنید همه آدم خوبا یکی رو دارن و دیگه برای شما کسی نمونده. مثلا میبینید که بهترین دوستتون با چه آدم عالی هست و از داشتن او هیجان زده هست یا خودتون کلی خوشحال هستید که بالاخره خواهرتون با یک آدم فوق‌العاده آشنا شده و این مسئله باعث میشه که شما فکر کنید تمام خانم‌ها یا آقایون خوب رو قبلا یکی انتخاب کرده و دیگه کسی برای شما نمونده. اما میلیون‌ها آدم تنها در دنیا هستن و خیلی از اونها واقعا عالی هستن. پس به آدم‌ها شانسی برای نشان دادن خودشان بدهید. شماره 6، شما بیش از حد منفی هستین. آیا حس میکنید که باید در هر بحث و جدلی پیروز بشین؟ آیا شما اغلب دیگران رو ناامید و ناراحت میکنید؟ آیا شما هر جا که میرید راجع به هر چیز کوچیکی شکایت میکنید؟ مردم به طور کلی دوست دارن که با کسانی که شخصیت ثابت دارند باشند و اگر شما فرد منفی گرایی باشید، خیلی کم پیش میاد که دیگران عاشق شما بشند. سعی کنید همیشه به جنبه مثبت همه چیز نگاه کنید، مخصوصا وقتی سر قرار هستید. لبخند بزنید و از طرف مقابلتون تعریف کنید. ریلکس باشین و سعی کنید لذت ببرید. حواستون باشه که از سر ناامیدی کار دست خودتون ندین، چون بعضی ها انقدر ناامید هستن که هنوز قرار اول رو نگذاشته به فکر عروسی هستند. حواستون به تجربیاتی که از روابط قبلی دارید باشه. نذارید تا یک چیز خوب در کسی دیدین سری به فکر رابطه بلند مدت با او باشید و فکر کنید که از بقیه خیلی بهتر هست. رابطتون رو اول فقط با دوستی شروع کنید و تصمیم جدی براش نگیرید. بعضی ها با چند تغییر کوچیک همونی میشن که شما میخوان و بعضی ها به تغییرات سخت‌تر و عمیق‌تر احتیاج دارند و هر کاری بکنید هم با شما جور نمیشند. پس بهتره که نه ناامید باشید و نه از سر ناامیدی تصمیم بگیرید و همیشه حواستون باشه که اصولتون رو برای هیچ کس زیر پا نگذارید.
آن کس که نیمه شما باشد به اصول و عقاید شما احترام خواهد گذاشت. دوستان عزیزم، اگه اولین بار به این کانال سر می‌زنید حتما عضو این کانال بشین و نظرات خودتون رو حتما برای ما کامنت کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.